سلام خوش اومدید به کلاس درس بیایید با هم یک مرور بکنیم که در ویدیو قبل چی دیدیم دیدیم که اگر من یک نقطه یک و یک نقطه دو داشته باشم و بردار سرعت لحظه ای در این درختر رو به دست بیارم و میدونیم که سرعت لحظه ای مماس هست بر معادله مسیر که این نمودار زرد رنگ هست در این صورت من میتونم و بیام و تغییر سرعت رو حساب بکنم و با هم دیدیم که این تغییر سرعت از دو جنس بود در فضای دو بعدی هم جهت تغییر میکرد و هم بزرگی یعنی میتونستن به سرعت یعنی پتانسیل تغییرش رو داشتن خب حالا من میام و ویدئوی منهای وی رو به صورت برداری حساب میکنم درست مثل همون کاری که در ویدئوی قبل با هم کردیم و مثلا فرض بکنید که این دقیقاً V1 من باشه این هم V2 من باشه در این صورت V2 منهای V1 من میشه این بردار یعنی این میشه V2 منهای V1 و من اومدم و در ویدو قبل شتاب متوسط حرکت از نقطه یک به نقطه دو رو پس من می‌نویسم مثلا شتاب متوسط حرکت از نقطه یک به نقطه دو رو به شکل ویدوی منهای V1 وی یعنی تغییر سرعت تقسیم بره زمانی که طول میکشه که این اتفاق بیفته تعریف کردم پس آهنگ تغییر سرعت رو اسمشو گذاشتم شتاب که این رو هم باز تعریف کردم به دلتا وی تقسیم بر دلتا تی و این بردار بردار دلتا وی بود و دیدم که میشه این رو به این شکل نوشت که برابر هست با دلتا وی ایکس به دلتا تی یعنی سرعت در راستای محور ایکس ها چقدر تغییر میکنه در آی به علاوه دلتا وی وای یعنی تغییر معلفه وای سرعت از اینجا تا اینجا تقسیم بر دلتا تی در جی هات یا بردار یک محور وای ها. یعنی من تونستم شتاب رو به دو معلفه ایکس و وای تجزیه بکنم که برای به دست آوردن هر کدوم فقط لازم دارم که اطلاعات سرعت در معلفه خاص خودش رو بدونم و نیا... هیچ نیازی به اطلاعات سرعت در معلفه دیگه ندارم خب حالا بیایید فرض بکنیم من یک نقطه دیگه مثل مثلا این نقطه رو در نظر بگیرم نقطه سه و بیام و سرعت لحظه ای در این نقطه رو هم حساب بکنم مثلا این باشه نمو... بردار سرعت لحظه ای یعنی v 3 در نقطه C که خب مماس هست بر معادله مسیر و من اندازش رو هم به یک طریقی حساب بکنم در این صورت من اگر شتاب متوسط از نقطه یک تا نقطه C رو بخوام حساب بکنم من اونجا یک خط اشتباهی لحظه کشیدم لازم دارم درست روش بالا رو برای بردار V1 و V3 تکرار بکنم پس فرض بکنید که این بردار باشه V1 این بردار باشه این دفعه V3 و نه V2 در این صورت این بردار حاصله یعنی این میشه V3 منهای V1 در این صورت شتاب متوسط حرکت من از نقطه 3 به نقطه یک مساوی میشه با V3 منهای V1 تقسیم بر زمانی که طول میکشه که من از نقطه یک برم به نقطه سه دقت کنید که این دلتا تی با این دلتا تی فرق داره چون زمان کوتاهتری طول میکشه که من از یک برم به سه و اینو من باز میتونستم بنویسم دلتای وی ایکس که البته این دیگه دوباره دلتا وی ایکس یک به سه هست تقسیم بر دلتا تی در راستای محور ایکس ها به علاوه دلتای وی وای تقسیم بر دلتا تی در راستای محور ایگره خب یعنی من میتونم این رو هم دوباره بیام تجزیه کنم به معلفه خب جهت این شتابی که من به دست آوردم در چه جهتی هست؟ در جهت بردار تغییر سرعت یعنی در جهت ویسه منهای وی یک به عبارتی در این جهت همچنین این بالا جهت شتاب در این جهت هست و البته جهت این دوتا شتاب لزوما یکی نیستند دیگه چون یک شتاب متوسط یک تا سه هیچ ارتباط خاصی جهتش با شتاب متوسط نقطه یک تا دو نداره حالا اگر من بیام و مثل همیشه این بازه دلتا تی رو کوچیک و کنم خب من الان از دو اومدم به سه زمانی که طول کشید کوچیکتر شد یعنی دلتا تی اینجا بزرگتر بود از دلتا تی اینجا من بیام باز هم کوچیکتر کنم یعنی مثلا یک نقطه چهار در نظر بگیرم اینجا سرعت لحظه ای در این نقطه چهار رو حساب بکنم فرض کنید مثلا یک همچین چیزی باشه سرعت لحظه ای و بعد بیام شتاب رو از نقطه یک تا نقطه چهار شتاب متوسط رو حساب بکنم و این کار رو دائم ادامه بدم یعنی بعد یک نقطه اینجا بگیرم یک نقطه اینجا و این دلتا تی رو کوچیکتر و کوچیکتر بکنم به طور ریاضی یعنی من بیام لیمیت دلتا تی به سمت صفر دلتا وی تقسیم بر دلتا تی رو حساب بکنم که دلتا وی یک بردار هست یعنی من بیام دائم اینا این دلتا تی رو کوچیک و کوچیکتر کنم نقطم رو در روی مسیر به نقطه یک نزدیکتر کنم بعد وی ایکس هر بردار وی جدیدی که دارم منهای وی یک رو حساب بکنم و تقسیم بر زمانی که طول میکشه که از نقطه یک برم به نقطه ایکس بکنم من به این پدیده میگم شتاب لحظه ای. یعنی این داره به من وقتی که من خیلی 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 نزدیک بشم به نقطه یک شتاب رو در لحظه یک به من میده که دقیقا چقدر هست من این رو با عینشون نشون میدم و اگر از این تعریف استفاده کنم این مساوی میشه با لیمیت دلتا تی به سمت صفر دلتا وی ایکس به دلتا تی در راستای محور ایکس ها و علاوه لیمیت دلتا تی به سمت صفر دلتا وی ایکس وای به دلتا تی در راستای محور وای ها یعنی من شتاب لحظه ایم دو معلفه خواهد داشت یکی معلفه ایکسشه و یکی معلفه وایش و معلفه ایکسش از کوچیک کردن بازه زمانی که در نظر میگیرم برای معلفه ایکس سرعت به دست میاد یعنی من بیام خیلی خیلی نزدیکشم به این نقطه و بعد ببینم معلفه ایکس سرعتم چه تغییری میکنه اون میشه شتابم در راستای ایکس همین کار رو با راستای وای هم بکنم و ببینم سرعتم در راستای وای چه تغییری میکنه اون میشه شتاب در راستای وای و جمع این دوتا به من شتاب لحظه ای رو میده یعنی هم معلفه ایکسش رو به من میده هم معلفه وایش رو به من میده و در نتیجه من بردار شتاب رو به صورت دقیق خواهم داشت و طبق چیزی که بارها دیدیم در ویدئوهای قبل و با تعریف مشتق این عبارت برابر میشه با دی ایکس به دی تی ببخشید دی وی ایکس به دی در راستای محور ای ایکس ها به علاوه دی وی وای به دی تی در راستای محور وای ها یعنی آهنگ تغییر سرعت در حقیقت مشتق سرعت به نسبت زمان در راستای محور ایکس ها به علاوه مشتق سرعت به نسبت زمان در راستای محور وای ها به من شتاب رو خواهد داد چیزی که من باز هم میخوام بهش توجه بکنید اینه که حرکت دو بعدی صرفا و صرفا دو حرکت یک بعدی هست یعنی من میام برای تحلیل هام یک بار بعد x رو جداگانه تحلیل میکنم مثل همون چیزی که در فصل قبل یاد گرفتیم و یک بار هم بعد y رو جداگانه تحلیل میکنم درست مثل همون چیزی که فصل قبل یاد گرفتیم و بعد با جمع برداری اینها به کمک ابزار مختصات دکارتی من میتونم یک حرکت دو بودی رو تحلیل بکنم پس اصلا فکر نکنید که سخت از کافیه که تجزیه بکنیدش به دو حرکت یک بعدی و هر کدوم رو جداگانه تحلیل بکنید خب از طرف دیگه من یک چیز رو از دو ویدئو یا سه ویدئو قبل یادم هست بذارید پس من اینجا رو یه ذره تمیز بکنم و اون اینه که من میدونستم که وی ایکس یعنی سرعت در راستای محور ایکس ها میشد جابجایی در راستای محور ایکس ها مشتقش نسبت به زمان و وی y مساوی میشد با جابجایی در راستای محور وای ها مشتقش نسبت به زمان از این دوتا من نتیجه میگیرم که دی وی ایکس به دی تی یعنی آهنگ تغییر سرعت به نسبت زمان مساوی میشه با دی دو ایکس به دی تی دو یعنی مشتق دوم جابجایی جا نسبت به زمان به من شتاب لحظه ای در راستای محور ایکس ها رو میده و به همین ترتیب دی وی وای به دی تی مساوی میشه با دی دو ایکس به دی تی دو یعنی مشتق دوم دی دو وای به دی تی دو جا به جایی در راستای محور ایگرگ ها به نسبت زمان که این به من شتاب لحظه ای در راستای محور وای ها رو میده پس یادمون هم باشه که این شتاب لحظه ای در راستای محور ایکس هاست این شتاب لحظه‌ای در راستای محور وای ها و هر کدوم مشتق دوم آهنگ تغییر جابجایی به در حقیقت مشتق دوم جابجایی به نسبت زمان و آهنگ تغییر سرعت به نسبت زمان هستند من اگر معادله حرکت رو داشته باشم یعنی بدونم x با زمان چه رابطه‌ای داره به راحتی میتونم ایکس و آی x و آی وای رو حساب بکنم اگر معادله سرعت رو هم داشته باشم یعنی v x و v وای به راحتی میتونم از روی اونها آی x و آی وای رو از این دو فرمول حساب بکنم و من به این دوتا میگم معادله شتاب. در ویدئوی بعد با حل تمرین از شتاب لحظه‌ای و شتاب متوسط با این مبحث بیشتر و بیشتر آشنا میشیم. فعلا خدافظ.